وزیران خارجه ناتو و شرکایشان که در افغانستان نیرو دارند اینجا در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد افغانستان بحث میکنند، از امنیت گرفته تا چالش های فراوان در کشور و همچنان مسئله صلح و مصالحه در افغانستان. ناتو پیشاپیش از صلح بر رهبری و مالکیت افغانها پشتیبانی کرده. برای از اینکه موضوع را بازتر کرده باشیم و تحلیل بکنیم، اینجا ما در کنار ولی آریا تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و امنیتی را با خود دارم. بسیار خوش آمدین جناب آریا، تشکر از وقت شما. در جریان هستین که تلاش ها برای کشاندن طالبان به میز مذاکره صلح بیش از هر وقت دیگر افزایش یافته. این در حال است که ناتو بر ادامه حضورش در افغانستان تاکید میکنه، ولی طالبان همواره بر خروج نیروهای بین المللی از کشور تاکید کردند. با توجه به این دو تا مسئله، چشمانداز صلح و مذاکرات صلح در افغانستان را چگونه میشه تحلیل کرد؟ ببینید، قطع نظر از اینکه طالبان راجع به ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان چی میگویند، به نظر من مهمتر موضوع عدم هماهنگی بین نیروهای سیاسی در داخل افغانستان و عدم هماهنگی همچنین بین افغانستان و جامعه جهانی هست در ارتباط با مذاکره با طالبان. به عنوان مثال، دولت افغانستان برنامه 5 ساله روی دست داره که میگه در ظرف 5 سال ما باید به نتیجه برسیم، در صورتی که آقای خلیلزاد با این پروسه که اخیرا شروع کرده تا توقع داره پیش از انتخابات پیش رو به نتایج ابتدایی برسه. نکته دیگه است که دولت همچنین در از این پروسه به نظر می رسد ظاهرا که کنار گذاشته شده، هرچند که جامعه جهانی تاکید میکنه روی مالکیت افغانی، ولی خب فعلا نارضایتی های ما شاهدش بودیم از جانب دولت شنیده شده، از محافل خصوصی دولتی، از اینکه آقای خلیلزاد شاید به تنهایی میخواد این مذاکرات پیش ببره. و دیگه در داخل دولت ما میبینیم که از یک طرف ما شورای عالی صلح داریم، باز برد مشورتی ایجاد شده، فعلا باز هیئت مذاکره کننده است که در اون هیئت هم من خودم شخصا افراد بسیار قوی زیاده را در اون تیم نمیبینم. و نکته دیگه ای که دولت باید از یک موقف قوی، از موضع قوی و مشروع مذاکره بکنه با طالبان و برخورد بکنه. فعلا ما شاید از این بودیم متاسفانه که دولت حکومت وحدت ملی در این چند سال مشروعیت لازم خود از دست داده. بر علاوه این که ما مشکل بسیار گسترده فساد رو هم داریم و عرضه خدمات به صفر رسیده در حقیقت در خیلی از زمینه ها که خودش هم دولت رو در یک موضع ضعف قرار داده. بنابراین و بود خارجی قضیه، بود منطقی قضیه بسیار مهم است که فعلا کشور مثل روسیه میاد میگه ما دیگه طالبان رو به عنوان گروه تروریستی نمیشناسیم، یک گروه سیاسی است در حقیقت، و اونا هم به خاطر منافع خود تو کشور ایران، به خاطر اینکه برای غرب ایالات متحده مشکل بیافرینند در داخل افغانستان، شاید که راضی نباشند که مذاکرات صلح با طالبان بر اساس او معیارها و شرایط دولت افغانستان یا ناتو و غرب پیش بره. بنابراین اینا نکات بسیار نگران کننده است که میتونه در کوتاه مدت و در میان مدت پروسه به چشم انداز صلح رو با خطر مواجه بکنه. چون شما در جریان هستین، یان استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که هزینه خروج از افغانستان به مراتب بیشتر و بزرگتر از هزینه ماندن در این کشور هست. با توجه به این امی موضوع، چی پیام را میتونه برسانه به کشورهای منطقه به شمول ایران و روسیه؟ خب طبیعتا مهمترین پیام این است که شما باید که منافع مشترک منطقه‌ای را در نظر داشته باشین، نه منافع تنها کشور خودتان را. ما در اینجا در دراز مدت تا زمانی که مطمئن نشویم که تهدید جدی متوجه غرب نیست از جانب گروه‌های مختلف شبکه‌های مختلف تروریستی در افغانستان، ما در اینجا خواهیم بود و تنها مذاکره با طالبان شرط نیست. اگر این به نتیجه هم برسه، گروه‌ها و شبکه‌های دهشت‌افکن دیگر هم در افغانستان است و به جای اینکه برای ما خواسته باشد شما بیشتر ناامنی ایجاد بکنید و مشکلات را دشوارتر بکنید، بهتر است که در هماهنگی با دولت، در هماهنگی با ما و بر اساس منافع مشترک مردم و کل منطقه عمل بکنید. و در مورد انتخابات، منشی عمومی ناتو گفت که
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای ادامه روند دموکراتیک در افغانستان مهم است. اما در عین حال استولتنبرگ گفت که چالش ها زیاد است در افغانستان و همچنان ای که در این کشور هنوز هم مشکلات وجود داره. با توجه به و گفت که بی‌ثباتی هنوز هم ادامه داره. با توجه به این مسئله چگونه میشه یک انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه داشت؟ تحلیل شما چیست؟ ببینید، در ارتباط با انتخابات ما باید 6 عنصر در نظر بگیریم. عنصر اول مردمان، دوم نیروهای امنیتی و سوم کمیسیون انتخابات، بعد دولت هست و دیگه کاندیداها هستند و عنصر ششم فرهنگ سیاسی کلی که فرهنگ دموکراتیک بخشی از اون میتونه باشه. ما اینا را اگر نگاه بکنیم از نقطه نظر مردم به هر حال در گذشته نقش خود درست ایفا کردن، با وجود تمام و تهدیدات جانی رفتن رو پای صندوق های رای، با در نظر داشت همو شرایط افغانستان. البته طبیعتا میتونست که وضعیت و سطح اشتراک مردم بهتر باشه. نیروهای امنیتی هم ما متوجه بودیم، شاهد ازی بودیم که تا جا که در توانشان بود و امکاناتی که برشان داده شده بود نقش خود ایفا کردن و از موارد بسیار زیاد حملات مختلف را اینا خونسا کردن، تهدیدهای بالقوه. ولی در تا جایی که مربوط به این عناصر دیگه میشه، متاسفانه کمیسیون انتخابات، دولت و کاندیداها، این سه عنصر متاسفانه نقش خود را مطابق به توقع مردم و جامعه جهانی واقعا ایفا نکردن. ما شاهد بی‌نظمی های زیاد، موارد زیاد فساد سیاسی و تقلب در انتخابات بودیم در دورهای گذشته، در همین انتخابات اخیر پارلمانی هم و انتخابات آینده پیش روی ریاست جمهوری هم از این مستثنا نخواهد بود. ما شاهد این روند خواهیم بود که مردم باز هم شاید برند علی‌رغم تهدیدات به پای صندوق های رای و نیروهای امنیتی هم تلاش خواهند کرد، ولی کمیسیون انتخابات، کاندیداها و دولت شاید مطابق به توقع و میل مردم عمل نکنند. خب تا جایی که به عنصر ششم برمیگرده به فرهنگ سیاسی مردم افغانستان، هم ما باید که افغانستان رو با خودش مقایسه بکنیم، با شرایط قبلی خودش، یعنی قیاس به ذات باید صورت بگیره، نه با دموکراسی های دیگه. ما دموکراسی ها رو میتونیم به 4 گروه تقسیم بکنیم. دموکراسی های در حال ظهور که افغانستان یا کشورهای مثل افغانستان و عراق در او شامل میشن، کشورهایی که تو اندازه دموکراسی های انکشاف یافته تر دارن مثل اروپا شرقی و کشورهای غرب اروپا و اسکاندیناوی که میشه در بالاترین سطح قرار بگیرن، و کشورهای مثل امریکا که باز میشه به هر حال مشکلاتی که در اواخر هم داشتن اون باز یک درجه پایین تر. ولی افغانستان رو ما نباید حتی با کشورهای تو اندازه انکشاف یافته دموکراتیک مقایسه بکنیم و توقع ما نباید زیاد باشه. باید به همو با توجه به تهدیداتی که وجود داره، با توجه به ضعیف بودن فرهنگ دموکراتیکی که در اینجا وجود داره، ما باید ارزیابی بکنیم که میشه باز هم به این نتیجه برسیم که یک حداقل یک بینی خمیری شاید ایجاد بشه در انتخابات ریاست جمهوری. همچنین بسیار تشکر ولی آریا، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و امنیتی.